امریکا و متحدانش پس از حمله القاعده در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به برج‌های تجارت جهانی در شهر نیویورک تصمیم حمله به افغانستان برای نابودی این گروه گرفتند و حدود یک ماه پس از این رویداد با حمله به افغانستان حکومت وقت طالبان را نیز از بین بردند. این اقدام ایالات متحده اما با حضور 20 سال امریکا و متحدانش در افغانستان منجر شد و نیز طولانی ترین جنگ امریکا را رقم زد. بلوط فرتش، متحدان و مبارزان شجاع افغانستان رژیم طالبان به پایان می رسد. پس از حضور امریکا و متحدانش در افغانستان باورها به این بود که افغانستان به ثبات و پیشرفت دست خواهند یافت. نشست بن به رهبری سازمان ملل با حضور قدرت‌های جهانی برگزار شد و کشورهای غربی تضمین آینده بهتر را به مردم افغانستان دادند. ما می‌خواهیم مردم افغانستان بدانند وقتی که جنگ با طالبان القاعده به پایان برسد آنها تنها نخواهند ماند. پس از نشست بن، نظام جمهوریت در افغانستان پایه‌گذاری شد و نیز اردوی ملی افغانستان توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی وقت تشکیل یافت. مبارک باش. از علمی مبارک آخرین خطه خون خود دفاع میکنم. افتخار دارم که بعد از مدتی که در همین منطقه اولین کندک اردوی ملی افغانستان افتتاح شد. در سال 2011 امریکا طراح و عامل حمله 11 سپتامبر یعنی اسامه بن لادن را در پاکستان از بین برد و این زمانی است که واشنگتن وعده خروج مسئولانه از افغانستان را می دهد. برای بسیاری از شما این آخرین حضور خواهد بود و تا پایان سال جاری انتقال صورت خواهد گرفت. افغانها مسئولیت کامل امنیت خود را به عهده خواهند گرفت و جنگ امریکا در افغانستان با خروج مسئولانه پایان خواهد یافت. این وعده اما تحقق نیافت و امریکا به دلیل نگرانی از توانایی حکومت افغانستان در کنترل وضعیت به حضور نظامیش ادامه داد. حضور کتاب قدرت رسیدن دونالد ترامپ نیز ادامه یافت. ترامپ اما خواستار خروج از افغانستان شد و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سال 2020 توافق صلح میان امریکا و امارت اسلامی را به امضا رساند. جو بایدن که پس از ترامپ به قدرت رسید خود را ملزم به اجرای توافق اداره ترامپ با طالبان دانست. خبرنگار: آیا طالبان بر افغانستان تسلط پیدا خواهند کرد؟ بایدن: نه، چون این اتفاق نخواهد افتاد. اما واقعیت در افغانستان برخلاف گفته های جو بایدن اتفاق افتاد. پیش از خروج مکمل نظامیان امریکایی، همه ولایت های کشور به دست طالبان سقوط کرد و نیروهای امارت اسلامی به کابل رسیدند. و اما آخرین سرباز امریکایی در شب 31 اگست سال 2021 از افغانستان خارج شد. به باور آگاهان، نحوه خروج غیر مسئولانه امریکا به یکی از شکست‌های بزرگ دولت بایدن و جامعه جهانی مبدل گردید. خروج شتاب‌زده نظامیان امریکا از خاک افغانستان که به سطح بین‌المللی حیثیت و شخصیت کشور امریکا را زیر سوال آورده هیچ توجیه ندارند. امروز که افغانستان در یک انزوای سیاسی و اقتصادی که به سر می‌برند مسئول این عمل اتاق فکری کاخ سفید امریکا است. جنگ 20 سال امریکا در افغانستان اما قربانی های زیادی از طرف های درگیری و افراد غیر نظامی گرفت. بر بنیاد آمارها در جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان، تلفات نیروهای خارجی در جنگ افغانستان، 2461 سرباز امریکایی، 3846 پیمانکار و غیر نظامی امریکایی و 1144 نیروی ناتو جانهایشان را از دست دادند. این آمار اما برای مردم افغانستان چندین برابر بوده است.
آمار تلفات داخلی در جنگ افغانستان نزدیک به 48,000 غیر نظامی، 66,000 تن اردو و سایر نیروهای امنیتی جانهایشان را از دست دادند. و نیز بیش از 51,000 تن از نیروهای طالبان و سایر گروه ها در این جنگ ها کشته شدند. در این میان 72 خبرنگار و 444 امدادگر غیر نظامی نیز کشته شدند. 2023 کال د اگست میاسه په 13 منټه د امریکایي اشغالګرو ځواکونو ورستۍ عسكر هم له افغانستان ووت، او دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې تاریخي پیښې په توګه ثبت شوه. دا د نن درېمه کلیزه ده. درې کاله وړاندې امریکایي اشغالګر ځواکونه له افغانستان نه په همدې ورځ په مکمله توګه ووتل، او افغانستان د اشغالګرو له شتون څخه پاک شو. افزون بر جنگ های طولانی ایالات متحده در افغانستان، امریکا و متحدان غربی آن بیش از 2 تریلیون دلار امریکایی برای بازسازی افغانستان به مصرف رسانیدند، و در این 20 سال حکومت های شکل گرفته در افغانستان و نیز نیروهای امنیتی افغان ها را حمایت کردند. اما پرسش این است که چرا با خروج امریکا و متحدانش از افغانستان همه ساختارهای نظام جمهوریت به شمول نهادهای امنیتی از بین رفت و دوام نیاورد؟ عوامل داخلی و خارجی باعث سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت و حکومت آقای دکتر اشرف غنی و از بین رفتن دستاوردهای 20 ساله که با حضور جامعه جانی در افغانستان به دست آمده بود، تمامی عوامل باعث سقوط گردید. یعنی عوامل داخلی که عبارت از انحصار قدرت، ضعف و ناتوانی های درون نظام، فساد گسترده اخلاقی، مالی و فساد اداری که در افغانستان بود، متاسفانه کار به حلی سپرده نشد. با این همه، امارت اسلامی حضور 20 ساله امریکا در افغانستان را عامل بی‌ثباتی و کشته شدن هزاران فرد بیگناه در کشور می دانند و تأکید می کنند که پس از این به قدرت های منطقه و جهان اجازه نمی دهند تا خاک افغانستان را به میدان های رقابت خود مبدل کنند و یا هم آن را اشغال کنند.